سلام بر شنوندگان و بینندگان برنامه تاریخ تازه ها. در برنامه این هفته تاریخ تازه ها به راه حل دو دولت در فلسطین و دشمنان آن پرداختیم. سخنان مولوی عبدالحمید امام جمعه اهل سنت زاهدان در نماز جمعه 21 مهر ماه برابر با 13 اکتبر 2023 موجی از اعتراض، دشنام و تهمت بر ضد این رهبر سنی مذهب ایران در رسانه‌های وابسته به جمهوری اسلامی برانگیخت. او گفت شاید بسیاری با شنیدن این سخنان بر من بتازند، اما من واقعیت را بیان می‌کنم. چاره بحران خاورمیانه تشکیل دو دولت مستقل است، نه نابودی اسرائیل. این بهترین راهی است که اکثر جهانیان بر آن اتفاق نظر دارند. حقیقت این است که راه حل دو دولت را بسیاری از کشورهای جهان، حتی کشورهای پشتیبان اسرائیل از جمله دولت کنونی آمریکا، بهترین راه حل برای حل مشکل اسرائیل و فلسطین می‌دانند. آنتونی بلینکن وزیر امور خارجه آمریکا بارها این راه حل را تنها راه حل صلح در خاورمیانه اعلام کرده است. این راه حل را نخستین بار در سال 1937 که فلسطین هنوز زیر قیمومت بریتانیا بود، کمیسیونی تحقیقاتی به نام کمیسیون سلطنتی برای فلسطین پیشنهاد کرد. آن کمیسیون در سال 1936 به دنبال شورش بزرگ عرب‌های فلسطین بر ضد بریتانیا و در مخالفت با مهاجرت روزافزون یهودیان به آن سرزمین تشکیل شد. وظیفه کمیسیون تحقیق درباره علت‌های شورش بود و مدیریت آن را دولت بریتانیا به عهده لرد ویلیام پیل، یکی از سیاستمداران با سابقه بریتانیا گذاشته بود. از همین رو آن کمیسیون به کمیسیون پیل نیز معروف است. کمیسیون پیل پس از چند ماه تحقیق میدانی در ژوئیه 1937 به دولت بریتانیا پیشنهاد کرد که بهتر است به قیمومتش بر سراسر فلسطین به استثنای کریدور پیرامون اورشلیم پایان دهد و آن سرزمین را میان دو دولت عرب و یهود تقسیم کند. آن پیشنهاد را مقام‌های میانه‌رو عرب و یهودی فلسطین به رغم میل باطنیشان پذیرفتند. در 1938 کمیسیون وودهد وظیفه بررسی جزئیات طرح پیشنهادی کمیسیون پیل را به عهده گرفت تا راهکارهایی برای اجرایی شدن آن به دولت بریتانیا پیشنهاد کند. اما به سبب دودلی و بیمیلی مقام‌های عرب و یهودی در نوامبر همان سال از کار بازایستاد. با این حال دولت بریتانیا به یافتن راه حل ادامه داد و در ماه می 1939 سومین کتاب سفید دوران قیمومت بر فلسطین را منتشر کرد. با انتشار آن کتاب دولت بریتانیا می‌خواست از عرب‌های فلسطین دلجویی کند و به شورش آنان که از سال 1936 آغاز شده بود پایان دهد. به همین سبب طرحی که در کتاب ارائه کرد بیشتر به سود عرب‌ها بود. در آن طرح بریتانیا از سوی فروش زمین‌های فلسطین را به یهودیان وابسته به سازمان‌های صهیونیستی در مناطق گسترده‌ای از آن سرزمین ممنوع می‌کرد و از سوی دیگر جلو مهاجرت یهودیان را به فلسطین می‌گرفت. بر پایه آن طرح در آستانه جنگ جهانی دوم تنها 75,000 یهودی می‌توانستند در مدت 5 سال به فلسطین مهاجرت کنند و جمعیت یهودی نمی‌بایست از 1/3 کل جمعیت فلسطین تجاوز کنند. در آن طرح دولت بریتانیا به گونه‌ای سربسته تشکیل دولت مستقل ایرانیز با اکثریت عرب در 10 سال آینده وعده می‌داد.
سومین کتاب سفید بریتانیا موج گسترده‌ای از اعتراض‌های خشونت‌آمیز را در میان یهودیان فلسطین و سازمان‌های صهیونیستی جهان برانگیخت. با انتشار آن کتاب، سازمان نظامی ملی در سرزمین اسرائیل به نام ایرگون موجی از حملات تروریستی را بر ضد دولت بریتانیا در فلسطین به راه انداخت که با آغاز جنگ جهانی دوم در 1939 فروکش کرد. اما شاخه ای از ایرگون به نام لهی یعنی رزمندگان برای اسرائیل در 1941 و 1942 آن حملات را از سر گرفت. در فوریه 1944 ایرگون نیز حملات خود را با شدت بیشتری از سر گرفت. از 1944 تا 1948 ایرگون و لهی و تا حدودی هاگانا سازمان شبه نظامی دیگر یهودی بیش از 300 بریتانیایی و چندین هزار عرب را کشتند. سرانجام ارنست بوین وزیر امور خارجه بریتانیا در فوریه 1947 تصمیم به واگذاری مسئله فلسطین به سازمان ملل متحد گرفت. مجمع عمومی سازمان ملل کمیسیونی را مأمور بررسی و تنظیم طرح تقسیم فلسطین کرد. آن طرح در 29 نوامبر 1947 با صدور قطعنامه 181 به تصویب رسید. به آن قطعنامه مجمع عمومی سازمان ملل 33 کشور رأی موافق، 13 کشور از جمله ایران، ترکیه، افغانستان و پاکستان رأی مخالف و 10 کشور رأی ممتنع دادند. بر پایه آن طرح قرار شد یک دولت عرب فلسطینی و یک دولت یهودی در فلسطین تشکیل شود. تنها بیت المقدس و حومه های نزدیک آن زیر کنترل بین‌المللی باقی ماند. قیمومت بریتانیا بر فلسطین در 14 ماه می 1948 شباهنگام پایان یافت و دولت اسرائیل بیدرنگ اعلام موجودیت کرد. جنگ اعراب و اسرائیل در فردای آن روز یعنی در 15 ماه می آغاز شد. در آن جنگ مصری ها، سوری ها، عراقی ها، فرا اردنی ها و لبنانی ها شرکت داشتند. کشورهای عربی از سال 1946 دخالت نظامی در فلسطین را در اجلاس‌های اتحادیه کشورهای عرب مطرح می‌کردند، اما جز امارت فرا اردن دیگران نمی‌خواستند نیروی نظامی چشمگیر به فلسطین بفرستند. هدف اصلی آنها جلوگیری از افتادن همه فلسطین به دست یهودی‌ها و هجوم پناهندگان فلسطینی به خاک آن کشورها بود. نیروهای نظامی عرب که در روز 15 می 1948 وارد خاک فلسطین شدند، برتری خاصی نسبت به نیروهای اسرائیلی نداشتند. به ویژه آنکه از رهبری یک پارچه بی بهره بودند و از نظر تدارکات در تنگنا قرار داشتند. آن جنگ پس از چندین قرارداد آتش‌بس در فاصله میان فوریه و ژوئیه سال 1949 سرانجام با پیروزی اسرائیل پایان یافت. مرزهایی که در قراردادهای آتش‌بس 1949 تعیین شدند خط سبز فلسطین نامیده می‌شوند. از آن پس سازمان ملل آن مرزها را به طور ضمنی به رسمیت شناخت و مرزهای طرح تقسیم فلسطین را به فراموشی سپرد. اما اسرائیل به آن مرزها بسنده نکرد. جنگ شش روزه اسرائیل با کشورهای عربی مصر و سوریه و اردن که از 5 تا 10 ژوئن 1967 به طول انجامید با حمله هوایی ناگهانی اسرائیل به پایگاه‌های هوایی مصر آغاز شد. نیروهای
اسرائیلی در 6 روز توانستند نوار غزه و صحرای سینا را از دست مصر، بیت المقدس شرقی و کرانه باختری رود اردن را از دست اردن و بلندی های جولان را از دست سوریه بیرون بیاورند. کشتیرانی اسرائیلی ها در تنگه تیران نیز به رسمیت شناخته شد. اسرائیل شبه جزیره سینا را در 1979 با امضای پیمان کمپ دیوید به مصر واگذار کرد. در پی جنگ 6 روزه شورای امنیت سازمان ملل قطعنامه معروف 242 سال 1967 را تصویب کرد که به موجب آن اسرائیل میبایست به اشغال نظامی پایان دهد. در آن قطعنامه منظور از سرزمین های اشغالی نوار غزه، شبه جزیره سینا، کرانه باختری رود اردن، بیت المقدس شرقی و بلندی های جولان است. اما آن قطعنامه که در مذاکرات صلح همواره به آن استناد کرده اند روشن نمی کند اسرائیل آن سرزمین ها را به چه کسی باید بازگرداند. سرزمین هایی که امروز به آنها سرزمین های اشغالی فلسطین میگویند پیش از سال 1967 زیر کنترل مصر یا اردن بودند. نوار غزه پس از امضای پیمان اسلو در 1993 در اختیار حکومت خودگردان فلسطین قرار گرفت، اما از ژوئن سال 2007 مرزهای آن را اسرائیل و مصر برای زیر فشار قرار دادن حماس بستند. تا همین چندی پیش بسیاری از اسرائیلی ها و فلسطینی ها و همچنین اتحادیه عرب راه حل تشکیل دو دولت را با مرزهای 1967 میپذیرفتند. 20 سال پیش بر اساس یک نظرسنجی معتبر 72% فلسطینی ها و اسرائیلی ها از راه حل دو دولت بر اساس مرزهای 1967 حمایت می‌کردند. بر اساس نظرسنجی مؤسسه گالوب نیز 70% فلسطینی‌ها در کرانه باختری، 48% فلسطینی‌ها در نوار غزه و 52% اسرائیلی‌ها از یک کشور مستقل فلسطینی در کنار دولت اسرائیل حمایت می‌کردند. بیگمان با وضعی که اکنون پیش آمده از شمار حامیان این راه حل چه در میان اسرائیلی‌ها و چه در میان فلسطینی‌ها کاسته شده است. دشمنان شناخته شده ی راه حل دو دولت در میان فلسطینی‌ها سازمان‌های حماس و جهاد اسلامی هستند. این دو گروه از حمایت مالی و تسلیحاتی ایران و حزب الله لبنان برخوردارند. در میان اسرائیلی ها نیز گروه‌هایی از یهودیان سخت کیش و بعضی از جریان‌های معروف به راست افراطی با این راه حل مخالفند. کارشناسان معتقدند که آنها زمینه‌ساز قدرتگیری حماس و به حاشیه رانده شدن نمایندگان میانه‌رو فلسطینی بودند.